حکایت حاتم طایی و خارکن. در روزگاران قدیم مرد عرب به نام حاتم طایی زندگی می کرد که ثروت زیاد داشت و بسیار بخشنده و دست و دل باز بود. او همیشه ثروتش را در راه خدا و برای مردم خرج می کرد و مهمانی می داد. برای همین بین مردم عربستان مشهور شده بود. روزی یکی از دوستان حاتم طایی از او پرسید: آیا در طول زندگیت از خودت بزرگوارتر و جوانمردتر دیده ای؟ حاتم طایی پاسخ داد: بله دیدم. سپس این گونه تعریف کرد: یک روز تعداد زیادی از بزرگان عرب را در مسیر بیابانی به غذا دعوت کرده بودم و برای همین 40 شتر قربانی کرده بودم. همه داشتن غذا می خوردند. آن روز برای انجام دادن کاری به گوشه از صحرا رفتم. در بین راه خارکنی را دیدم. بدون اینکه او مرا بشناسد و من خودم را معرفی کنم از او پرسیدم: تو چرا به میمونی حاتم طایی نمی روی؟ تا تو هم از سفره‌ای که پهن شده غذای بخوری و گرسنه نمانی. مگر نمی دونی که امروز حاتم طایی مهمانی بزرگ برپا کرده است؟ مرد خارکن در پاسخ گفت: کسی که زحمت بکشد و حاصل دسترنج خودش را بخورد، نیاز ندارد که خودش را عقیر کند. منت حاتم طایی را بکشد و برای لقمه نان مهمان او شود. حتی اگر حاتم طایی بسیار بخشنده باشد و منت بر کسی نگذارد. آن وقت من فهمیدم که این مرد بسیار مناعت طبع دارد و از من جوان مردتر و بزرگوارتر است.